روزبه بلهری گزارشگر رادیو فردا نگاهی دارد به سیر تحولات قانون کار مصوب 1369 و سلب مداوم امتیازات کارگران در 3 دهه اخیر. در آستانه ساروز تصویب قانون کار در سال 1369 خورشیدی هستیم. این قانون پس از اون تصویب شد که در دهه 60 تشکل‌های کارگری فعال مانع تصویب پیشنویس پیشنهادی احمد توکلی شدند که در اون امتیازهای بسیار زیادی از کارگران گرفته شده بود، حتی در اون پیشنویس از کارگر نام برده نشد. در اون فضا قانون کاری تصویب شد، یعنی وعده داده شده بود و تصویب شد، حالا با برخی از جر و تعدیل‌ها، که به نوعی وضعیت کارگران را تثبیت میکرد. به طور مثال ماده 41 قانون کار که با تو دو تبصرش، یعنی در نظر گرفتن نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک خانوار که در اون موقع 4 نفر به حساب میومد، دستمزد کارگران حداقل دستمزد باید تعیین میشد. اما از اون زمان به این ور این قانون کار تغییرات بسیار زیادی کرد تحت عنوان اصلاح در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از زمان هاشمی رفسنجانی تا کنون. به طور مثال در این دوره چند دهه‌ای ما شاهد این هستیم که کارگاه‌های زیر 5 و سپس زیر 10 کارگر از شمول قانون کار محروم شدند و بعد اقدامات زیادی صورت گرفت. به طور مثال مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد از شمول قانون کار باز هم خارج شدند. الان باز هم با اون پیشنهادی که 40 نماینده مجلس کردن، تبصره اضافه کردن که کارگرانی که در صنایع روستایی کار میکنند از شمول در حقیقت حداقل دستمزد محروم بشند، باز هم داریم میبینیم که تغییراتی داره به وجود میاد. اون هم در دوره دولت ابراهیم رئیسی که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از اون عنوان سید محرومان نام برده میشد و او خودش بارها و بارها شعارها و وعده هایی میداد در مورد بهبود وضعیت کارگران. اما شاهد این هستیم که الان بیتوجهی داره به قانون کار صورت میگیره، قانونی که دولت ها موظفند به اجراش در بیارن. یا مثلا میتونم مثال دیگه ای بزنم در مورد وضعیت قانون کاری که الان به خوبی اجرا نمیشه، همون قانون کار جمهوری اسلامی، بحث تشکیل شوراهای اسلامی کار هست. هنوز به رغم بعد از گذشت بیش از 30 سال ما شاهد این هستیم که برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در ایران، از جمله کارخانه ایران خودرو با هزاران کارگر، فاقد همون شورای اسلامی کار هست، حالا چه برسه به تشکل‌های مستقل کارگری. با این حال به نظر نمیاد که در آینده با وجود سیاست‌هایی که ادامه پیدا کرده این قانون بخواد اجرا در قانون اجرا بشه و در نهایت شاهد این خواهیم بود که روند به زیان کارگران پیش خواهد رفت. اما این در سطح بالاست. در سطح پایین‌تر ما شاهد ادامه اعتراض ها و مبارزات کارگران در نقاط مختلف ایران هستیم که نسبت به 10 یا 20 سال پیش به مراتب گسترش پیدا کرده و شاهد این هستیم که کارگران با توسل به شیوه های جدید مانند برگزاری به طور مثال مجامع کارگری سعی میکنند که با یکسان کردن صدای خودشون، با یکی کردن صدای خودشون، مبارزه رو برای احقاق حقوق خودشون پیش ببرند.